تو یه ساعت جمعش کردم اینو. اوکی. اینو تو شرف چوال. گوش کن. افشاگری تای برنامه‌ت همینه. دوباره کلک و حقه و دروغ. اوکی. تو تیم آشنا یکی، تو تیم مشکی یکی با آشنا وصله که اومد اینو گفت. خبری داره از قبل که حرکت بعدی و مشکی رو میدونه. یکی حقه و دروغ. بعد بری زیر بیلی تو هم رب مثل دوچک کشیه، میخوام زیرگیریت کنم، میخوام تا اونجایی که بشه کل را تو ببندم، میخوام کل حرکت تو سری من پیشبینی کنم. مثل تو عجیب پری پرستویی تو جامعه، جیگرم تو عجیب شدی، کسایی که یه هدف دارن باید پشتم باشن، پس چرا باید تو بیای ملتفه تو دیست کنی؟ ها؟ گوش کن اینجا رو یزیدی تو، من پیشبینی کنم. مثل تو عجیب پری پرستویی تو جامعه، جیگرم تو عجیب شدی، کسایی که یه هدف دارن باید پشتم باشن، پس چرا باید تو بیای ملتفه تو دیست کنی؟ ها؟ آشنا همیشه داشت بیرم تو کاره، آماده سر جایی که دیده بیتم تو باره، قضیه بوداره اگه جون در خطره، چرا جا فرار استوری میذاری دیسپک تو راه؟ ها؟ فکت آجی، یکی از یه طرفه ترین بیفو رو داریم میبینیم. امیدوارم مشکی از این بتونه درست برگرده. امیدوارم سوتیای قبلش رو نده. اوکی. تو قیافت همه جا هست، فقط کافیه بهم بگی که آشنا چیا میدونی، منم میزنم تو پرت، میگم 2019 با قیافه خودت یه تیکه سیاسی خوندی. ها؟ حتی اون موقع هم کاریت نداشتن، چرا بقیه رو داشتن؟ شرح هرت نیست دیگه. چرا حتی الان پست سیاسی تو پاک نمیکنی از یوتیوبت؟ فرق تو با شروین چیه؟ ها؟ فرقه چیه؟ سوال خوبیه، جواب خوبی واسهش ندارم. چرا حتی الان پست سیاسی تو پاک نمیکنی از یوتیوبت؟ فرق تو با شروین چیه؟ ها؟ ما هم تضاد صورتی نسب، یه جایی اومدی جلو با دیگه راهی هم نیست. من یه چیزایی از تو تیمت میدونم که نمیتونم بگم، چون پشتم مثل به جای گرم نیست، ولی یه چیزایی راجع به تو. ها؟ ما هم تضاد صورتی نسب، یه جایی اومدی جلو با دیگه راهی هم نیست. من یه چیزایی از تو تیمت میدونم که نمیتونم بگم، چون پشتم مثل به جای گرم نیست. یه چیزایی هست که اگه لو بدم احتمالاً میرید یه کارایی میکنید که بیان منو آبدن، ولی چون پشتم گرمی نمیگم. ولی یه چیزایی راجع به تو میدونم که اگه بگم آبرود میدونی خیلی به چخ میره. تو چه سیاسی خونی هستی که اسمی خوره پای کارات، آهنگسازتم قیافشو نشون میده؟ ها؟ اگه واقعا دانیال تضاد باشی حرفای من راسته و تو دیگه پرتی میشی. تو 98 خیابون نبودی، تو 1400 توی میتینگ صداد میزنن که مشکی سیسی. ها؟ یزیدی تو، توی من راسته و تو دیگه پرتی میشی. تو 98 خیابون نبودی، تو 1400 توی میتینگ صداد میزنن که مشکی سیسی. آرمین رابره دیگه بهش گفت مش. اون موقع هم په عجیب شد، واقعا عجیبه لقبش رو یکی گفت. عجیبه. ها؟ طرفدارات باید چشاشون رو باز کنن، تو کل اینترنت هست عکسات پسری. من چیزی ازت هنو افشا نکردم، بخوام کنم باز برای گریه های شب دستمال بخری. تو یه مهره یه پرستوی، همه میدونن اینو، آشنا به امثال تو عمران همون بده. خودت پرستو نیستی، مهره پرستوی، دوست دخترت پرستوه، یک پرستو. چی؟ این البته میره تو قسمت ادعا، چون تو الان خیلی فکت گفت، این تو ذهنمون ممکنه فکت تلقی بشه، ولی ما که نمیدونیم چیزی، پس میره توی دسته ادعا، فکت ولید یا ناولید و ما نمیدونیم، ولی کن که داره میگه دیگه. حالا اینکه ولید هست یا نیست، دستمال بخری. تو یه مهره یه پرستویی، همه میدونن اینو، آشنا به امثال تو عمران همون بده. تو رو هیچ وقت کاری ندارن، اگرم داشته باشم مال وقتیه که کارشون با تموم بشه. ولی یه نکته دیگه، خود آشنا هم الان داره لفظ، یعنی داره حمایت میکنه فدایی و تیم ملتفت به نوعی غیر مستقیم، و بعدم داره انقدر لفظ پرستو که تو وصلی و اینا رو میگه، اینا خودش میتونه در سر بشه.
هی پرستو پرستو اینی؟ اگه بخوای این قضیه رو کش بدی یه کار میکنم کل کریرتو بیای غیب کنی، پول میدی کامنت امینم بشه کاراکتر تو غیب کن هو دیگه. اگه بخوای این قضیه رو کش بدی یه کار میکنم کل کریرتو بیای غیب کنی، پول میدی کامنت بذارم برام و یعنی کی میکنه طرفداری تویو که فیت شدی، پول میده به بلاگرا ریاکشن فیک تلگرام پرستوی خوشگل من از این جستا نگیر، پول میده به رسانه که سر ساعت مشخصی سرک منو جلوه بدن شفشاگری در صورتی که من هیچ چیتو رو نکردم هنو، اگه بکنم که بخیه به کونت خوبه پسر اسخای میکنم اینجا دوباره رفت تکرار مکررات، یه 3-4 بار اینو گفت هنو رو نکردم اوکی. در صورتی که من هیچ چیتو رو نکردم هنو، اگه بکنم که بخیه به کونت خوبه پسر خوب، افشاگری برا تو لازم نبود وقتی کل اطلاعات توی گوگل بوده، سیستنگیر برا مندا بکن تو فرار، هر جا دیدی منو بدون آشنا میکشد در آخر داشت خجالت بکش، 8 سال ازم بزرگتری زنگ میزنه تهدید میکنه میذاره قرار دعوا، بگو از جون ده 80 یا چی میخوای، بگو چرا توی دلشون فقط تو با دروغ رفتی، تو الان نباید دیسلک بری، تو باید جواب بدی یه استوری بذار، چرا سکوت کردی، من اصلا کاری ندارم چرا کاری بد ندارن، اون که معلومه تو دادی زرتی سوتی، تو سن تو دروغ گفتی، چرا ماسک گذاشتی در صورتی که با قیافت میگفتی مشکی بودی تو بابا 20 بار اینو گفتی دیگه بس، چرا کش دادی 30 بار اینو گفتی 30-40 بار تو این ستا ترک این که چرا مشکی بودی اطلاعاتت هست هنو رو نکردم، عوض کن بحثو داشتم عوض کن، چون داره خیلی پانچ عجیبی هم نمیزنه و چند با تو همین ترک فکر کنم 3-4 بار اینو گفت توی میتینگه ها. ببین اصلا الان وقت دیسلک نی، تو میخوای چی بگی؟ البته شاید هم میخواد انقدر بگه بره تو مخ، این چی میگم؟ هر چی بوده اونجا سند بوده، تو باید بیای بگی چرا دروغ گفتی سن تو، چرا فیست تو پوشوندی، تو که بدون فیست هم داشتی سیاسی تو میخوندی کاری بهت نداشتن، خوب چرا اونو کشیدی رو صورتت؟ خب معلومه دیگه به خاطر اینکه فکر کنن بچه‌ای، فکر کنن دهه 80ی، تو دل ما دهه 80ی ها بری، چون میدونی فقط تو ما ویوه، میتونی از ما پول در بیاری، به نظرم اصلا بی خیال اینا شو بکش کنار، چون من یه چیزایی از تو تیمت میدونم که اگه رو بکنم باید فرار کنین، با گریه باید فرار کنین دستم. 2-3 ساعت پیشم این رفیقت بهم زنگ زد یه چند تا سوال پرسید، از کجا میدونی بهش راست گفتم ها؟ کسافت بازی باشه شیطون از کجا میدونی بهش راست گفتم، خوب میفهمی که چی میگم، به نظر من اصلا بی خیالش برو، شمونم یه عمو سبزی فروش، یه خاطرات شماله، یه همچین چیزی بخون بذار دل مردم رو شاد کنی، یعنی دیگه همه تو رو شناختم، میخوای بیا چی بگی، الکی پول نده به رسانه، پول نده به بلاگر، پول نده برات کامنت بذارن، ریاکشن فیک نخر، راستی مراقب دور و بریات باش، این روزا دهنه ایش که چفت و بست نداره. اوکی سیاست کندریک لاماری.